نجاتم بده از تو این هم همه دعا میکنم با دو دست حقیر دلم لک زده واسه آغوش تو چه بارون تندی تو چشم منه چه احساس خوبی دارم پیش تو چه احساس خوبی دارم پیش تو دلم دست به دعاته چشم همش براته خدا به هم نگاه کن امیدم به نگاته دلم دست به دعاته چشم همش براته خدا به هم نگاه کن امیدم به نگاته زندگی چیست؟ عشق ورزیدن زندگی را به عشق بخشیدن زنده آن است که عشق می‌ورزد دل و جانش به عشق می‌ارزد با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان سپاسگزاریم از اینکه اجازه دادید مهمان منازل شما عزیزان باشیم همون گونه که آگاه و مستصر هستید برنامه امید جاودان نیز هر سه شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر در خدمت شما عزیزان هستش همچنین شوگزار هستیم که میبینیم ملت غیور ما ایستادن و مطابق آنچه گفته بودن ما سورپرایز نشدیم ما این امیدو داشتیم به ملتمون که میستن برای آزادی ایران و دست به اعتصابات زدن بیش از 40 شهر در ایران اعتصابات رو شروع کردن و از خداوند میخوام که خداوند شما عزیزان رو برکت بده به فیض خداوند اعتصابات رو ادامه بدید عزیزان کسبه کارخانه ها مدارس دانشگاه ها معلمین همه باید دست به دست هم داد در این اتحاد اگر بیستیم مسلم بدونید که پیروزی ها خواهیم داشت هرچند از ترسش نظام اسلامی خیلی کارها خواهد کرد یکی از کارهایی که در این روزها انجام داده این هست که ارتش سایبری رو بر علیه شبکه‌هایی که سیاسی هستن شبکه‌ها و برنامه‌گذارهایی که آگاهی میدن چه روی فیسبوک و چه روی اینترنت و چه روی شبکه‌های ماهواره‌ای انجام میدن ولی خب این چیز عادی هست دیگه طبیعتاً من فکر کنم اپوزیسیون این روار رو پذیرفته این نوع مبارزه که اونها انجام میدن اما هوشیار باشیم در یک دلی اجازه هیچ فضایی رو ندیم برای اختلاف برای اینکه تفرقه ایجاد بشه بیستید کلیسای پرستان مسیح در دعا هستش در کنار دعا در کنار تو هموطن عزیزم نیز ایستادیم نه تنها برای سرنگونی برای آبادانی ایران نیز ایستادیم از همین ابتدا از خداوند میخوام که خداوند و مطابق فیض در نام عیسی مسیح بینندگان این برنامه رو نسبت به هر نیاز و هر حاجتی تو برکت بده چرا که زیر این آسمان هیچ نامی غیر از توی پدر به ما داده نشده پس در نام عیسی مسیح میطلبم مصلحت‌های دل هموطنان عزیزم رو تو اجابت کنی به طور خاص برای کشور عزیزم ایران دعا میکنم در نام عیسی مسیح تو اندیشه کن برای ایرانی ها برای این روزهایی که در درد و رنج و عذاب هستن و تو در نام عیسی مسیح نظام اسلامی رو سرنگون کن و کشور ما رو در مسیر عشق و محبت خودت بپرورون و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم با ایمان دریافت کن هموطن عزیزم همچنین جا داره درود بفرستم خدمت بانو ویکتوریا آزاد که از کشور سوئد با ما هستن همیشه لطف میکنن ایشون وقتی ما ایشون رو دعوت میکنیم ایشون هم از اونجایی که عاشق ایران هستن و ایران دوست هستن نیز این محبت رو به ما دارن تا ما بتونیم از آگاهی و دانش ایشون و دلسوزیاش بهره بگیریم درود میفرستم خدمت بانو ویکتوریا آزاد از سوئد خوشحالم که در خدمتون هستم باید. همچنین درود بر عزیزان هموطنمون که ما رو دنبال میکنن بسیار سپاسگزارم از حضورتون از دعاهاتون از انرژی های خوبتون خواهش کنم سپاسگزارم از این که لطف کردید با ما هستید من همیشه این سوال رو میکنم بانو ویکتوریا آزاد اونجا ساعت چنده الان؟
ساعت 11:05 11 و 5 سپاسگزارم. سپاسگزارم از اینکه لطف کردید با ما بودید. میدونم که از صبح شما نیز مشغول کار و زندگی هم بودید، حتما دانشگاه امروز بودید. بله بله والا با اجازتون بگم هش. من دیشب از نوام نگهداری میکردم که تب کرده بود و 3 ساعت بیشتر نخوابیدم. آخ جانم روز بسیار پرکاری داشتم. جانم خدا رو شکر برای وجود شما. ایمان داریم که مردم ما، ملت عزیز ما، قدر شما شیرزنان ایرانی که انقدر دلتون برای ایران هست رو میدانن. لذا شما و خیلی از عزیزان دیگه که جزء اپوزیسیون هستن خدماتی رو دارن برای ملت ما و صبح تا شب و نیز روز تا شب همیشه فکر و اندیشه اینو میکنن چگونه میشه عملی رو انجام بدیم یا امید رو به مردم بدیم که ملت ما بیستن در کنار هم برای آزادی ایران. لذا که شما در کشوری هستید، میدونم من سوئد قبلا بودم، کشوری بسیار خوبی هست با امکانات و شرایط خوبی، پس چه لزومی داره بگید که من میخوام اندیشه کنم برای مردمی که در ایران هستن. این غیرتی است که از نظر من از طرف خدا در قلب شما نهاده شده و همچنین بقیه اپوزیسیون که دلسوز این مردم باشن. حتما مطلع هستید در رابطه با اعتصاباتی که شده. سپاسگزار میشم بشنویم نظر شما رو و یا آنچرا که تصور میکنید لازم هست مردم ایران بدونن. من ابتدا تبریک میگم به کامیونداران و همه عزیزانی که حقیقتن در این اعتصابات فراگیر در اقصی نقاط ایران شرکت داشتن، بازاریان و بسیار از اقشار مختلفی که کار رو به زمین گذاشتن، مغازه ها رو بستن، تعطیل کردن. یه فرق بزرگی که این بار داشت و بسیار به نظر من جای امیدواری داره این بود که ابعاد اعتصاب کنند شهرهایی که درگیر اعتصاب بودن و صنف‌های مختلفی که درگیر اعتصاب بودن خیلی گسترده‌تر از دفعات قبل و حتی نوع به اصطلاح به لحاظ جغرافیایی پراکندگی جغرافیاییش هم بسیار جالب بود و کلن آذربایجان برای مثال یا کردستان در هماهنگی با تهران و شهرهای دیگر بسیار خوب عمل کردن به نظر من. و من فکر میکنم که این یک قدم بزرگتر و یک به اصطلاح نشانه های پیشرفت از نظر اتحاد و انسجام ملی کشور ما هست که میره که ثمرهای بزرگتری رو بده. من فکر میکنم که قدم های بزرگی مردم ایران برداشتن این بار برای اینکه بتونن یه مقدار زیادی به اصطلاح هم منطقه‌ای هم در سطح وسیع در سطح کشوری عمل بکنن و تعداد بیشتری از اصناف مختلف پیوستن به این حرکات و به این اعتصابات و میشه گفتش که داریم بیشتر بیشتر نزدیک میشیم به اصطلاح بروز اعتصابات سراسری از صنف‌های مختلف. و خب زمزمه های اعتصاب در بخش پتروشیمی و نفت هم به گوش میرسه که میتونه خیلی تکمیل کننده باشه. اعتصابات در واقع میشه که همه نظام رو هم در این حال میشکنه چون نظام هم پاسخگو نیست به خواستای مردم. براستی کامیونداران ما نشون دادن که یعنی فقط عرق صنفی یا به اصطلاح مطالبات صنفیشون نیست که براشون الان مسئله است، بلکه اون عرق ملی و اون به اصطلاح نفرتی رو که از رژیم دارن، از حکومت دارن به واسطه عملکرد بدی که داشته در این حال در بسیار از ویدیوها میدیدیم و من فکر میکنم که در واقع جنبش از اون مطالبات صنفی داره ارتقا پیدا میکنه به مطالبات سیاسی و این یکی از اون اتفاقهایی است که معمولا در خیزش‌های انقلابی در کشورهایی که در درگیری با دیکتاتورها بودن اتفاق افتاده. خیلی عجله دارن که چرا این فرایند یک فرایند سیاسی نمیشه یک شبه یا در عرض یک سال، چرا این فرایند نباید به یک فرایند به اصطلاح به یک فاز سیاسی بروید. اما این یک میشه گفت انتظار نادرستی است، یک انتظار غیر علمی است.
چون فرایند رشد جنبش های اجتماعی اصولاً توأم با چند اتفاق مهم هست که در جامعه میافته. اتفاق اول یک اتفاقی است که جنبه روانشناسانه داره که اذهان مردم باید کم کم خوب بگیره، آماده بشه، باور کنه، از شوک بیاد به مرحله دانش و پذیرش شرایط خودش و از شرایط پذیرش و دانشی که نسبت به وضعیت خودش پیدا میکنه بیاد به مرحله که حالا میخواد راهکاری پیدا بکنه و ببینه چی کار باید بکنه. جامعه ایران از نظر روانشناسی اجتماعی میشه گفتش الان داره کم کم به اون مرحله وارد میشه که میخواد راهکار پیدا بکنه، الان دیگه شرایط خودش رو پذیرفته. یعنی چند فاز رو اگر بگیم این سه فاز رو تا کنون به خوبی طی کرده. فاز اول اون شوکای اجتماعی بوده که بهش وارد شده به واسطه شرایط بسیار بد اقتصادی که شب خوابیده صبح بلند شده دیده مثلا قیمت ها خیلی افزایش پیدا کرده، نمیدونم وضعیت کارخونه جات خوابیده، شغلی داشته صبح بلند شده دیده اون شغل دیگه نداره، پولی در بانکی داشته، سپرده ای داشته صبح بلند شده دیگه اون سپرده ها وجود نداره. درست. خب چه اتفاقی در این آدم ها میفته؟ خانه ها دوچار یک شوک روانی و روحی میشن و طول میکشه تا از این شوک روانی و روحی اینا وارد مرحله بشن که به اصطلاح ببینن و بفهمند و اشرافیت پیدا بکنن به اینکه چه اتفاقی افتاده و این خودش زمان میبره، یک فراینده مسلم. و این فرایند مردم الان طی کردن که الان آگاهی کامل دارن، اشرافیت دارن که چه اتفاقی افتاده و به اصطلاح کل این مجموعه اتفاقاتی که چه از طریق حکومت چه در به اصطلاح مناسبات بین المللی در ارتباط با حکومت رو تونستن برای خودشون حلاجی بکنن و متوجه بشن. از پیام ها، از اظهار نظرهاشون در رسانه های مختلف کاملا آدم میفهمه که مردم اشرافیت کامل پیدا کردن. یعنی الان آگاهی رسانی خوبه، لازم همیشه، ولی باید این آگاهی رسانی ها در یک درجه بالاتر از اون چیزی که مردم ایران توش قرار دارن قرار داشته باشه. مسئله سوم هم اینه که مردم در واقع اومدن حالا به این مرحله که خب حالا این شرایطمونه چیکار باید بکنیم و در این مرحله سوم خیلی عالی عمل کردن به عنوان اولین قدم جمعی. وقتی که داریم راجع به اعتصابات صحبت میکنیم، خیزش های دیما حرکت های بیشتر تظاهرات و خیزش های خیابانی بود. ده. هنوز رشد پیدا نکرده بود به اون عرصه که بخوان در به اصطلاح بخوان با اعتصابات کلن وضعیت جامعه رو در یک بعد کلان تحت تأثیر خودشون قرار بدن. اعتصاب خیلی قدم بزرگی است که یک ملتی بخواد برداره، خیلی تصمیم بزرگیه و برای اتخاذ چنین تصمیمی خیلی شروط قبل از اون لازمه و این شروط تقریبا این شروط میشه گفتش که ایجاد شده، با امید خدا میره که خیلی بیشتر هم بشه و بیشتر هم پیشرفت بکنه و نهایتا اتفاقی که باید بیفته اینه که این اعتصابات سراسری با تظاهرات و خیزش های سراسری پیوند بخوره و به راستی سراسری و فراگیر بشه و همه اقشار مختلف جامعه ایران مثل یک خانواده بزرگ در کنار هم دیگه برای آزادی و رهایی از این شرایطی که دچار شدن تلاش بکنن و عزمشون رو جزم بکنن و بخوان یه حرکت کلان انجام بدن. بنابراین میبینیم که فرایند تحولات بنیادین در جامعه به لحاظ رشد جنبش های اجتماعی در حال رشد و تکوین هست و میره که قطعا فراتر از این خودش رو تعریف کنه. به فیض خداوند ایمان داریم که چنین خواهد شد با تبلیغاتی که خب اینا سعی کردن قبل از 16 به توسط صدا سیمای نظام اسلامی و همچنین شایعاتی که ایجاد کردن به نوعی نشون بدن، وانمود کنن که هرگز این اعتصابات نمیشه و وقتی این اعتصابات شد من فکر میکنم از خود خامنه ای گرفته تا روحانی و
سپاه پاسداران و اطلاعات که چقدر در صدد این بودن که این رو با وحشت رو در مردم ایجاد بکنن. به طور خاص مسئله تبلیغات کاذبی که روی دلار انجام دادن و کاذبانه قیمت دلار رو آوردن پایین و شاهد بر این بودیم و هستیم که کالاها قیمت خودشون رو داره، همه گرون هستن و هنوز در متاسفانه در مسیر گرون شدن کالاها هستن، اما اینا حقیقتا سورپرایز بد شدن و خودشون رو در برابر عظمت مردم ایران دیدن و این امید هست که به فیض خداوند در این اتحاد ما هرچه زودتر شاهد سرنگونی این نظام باشیم. همینطوره، دقیقا همینطوره. من یک تحول مثبت دیگه ای رو هم که اتفاق افتاده که متاسفانه وقتی که در رسانه ها میشنوم متوجه میشم که خیلی روش توجه نمیکنم. اون تحول بزرگی که اتفاق افتاده این بار این هستش که نیروی انتظامی به نظر من علارغم که 200 خورده به هر حال دستگیر شدن، دستگیری ها برخیش موقت و برخ نگه داشتن، ولی نیروی انتظامی اون برخورد رو که تصور میشد میاد با مردم میکنه رو نکرد و درست. این اتفاق خیلی مثبت بود و این به نظر من دلیلش اون عدم توافق بدنه نیروی نظامی با سر نیروی نظامی هست و با کل نظام هستش. یعنی واقعیت اینه که بدنه نیروی نظامی هم از این شرایط بد اقتصادی یعنی به تن اونم خورده چوبش و یاد بیشتر و بیشتر هم حس بشه. برای همین مردم به راستی کم کم میتونن باور بکنن که اگر متحد و منسجم و سراسری عمل بکنن، مثل یک خانواده بزرگ به بزرگی ایران عمل بکنن، نیروی انتظامی هم میاد که به اونا بپیونده. ببینید سر نیروی نظامی بدون بدنه هیچه و بدنه دیگه زیاد به نظرم کم کم دلیلی نمیبینه برای ادامه، وقتی که خودش هم صابون بدبختی و دشواری ها و عدم امنیت به تنش خورده مثلا. و اونا کم کم دارن متوجه میشن که نظام اون بالانس و اون ثبات خودش رو از دست داده و درگیری های درونی نظام، درگیری های نظام با قدرت های جهانی، درگیری های نظام با مردم خودش و عدم توانایی و قابلیت و لیاقت اینها برای اینکه بتونن مملکت رو اداره بکنن، تمام اینها خیلی مشخص شده، شفاف شده و من فکر میکنم که در حرکات بعدی ما شاهد پیوستن لایه‌های بیشتری از نیروی نظامی به مردم خواهیم بود. ببینید همین که نیروی نظامی و ناجا با هم به اختلاف به اصطلاح شدیدی گرفتار شدن که ناجا خوب عمل نکرده در ارتباط با سرکوب نیروهای اعتصابگر، خود همین به نظرم باید به مردم بشارت یک اتفاق، یک تغییر باشه در جهت منافع مردم. و بخشی از افسران و به اصطلاح حتی در سطوح میانی هم در ارتباط با سپاه و ارتش میشنویم زنگ چی میگن، حتی بعضی وقتا به خدا زنگ هم میزنن به من و خیلی وقتا نامم دریافت میکنم که بانو بگید به مردم که بیان، متحدانه بیان، اگر میلیونی بیان ما با اونها خواهیم بود مستم. و شما قول میدم خیلی ها توی نیروهای نظامی این رو اظهار کردن و باور دارم، ایمان دارم که این اطلاعات دقیق و درست هست. این نامه هایی که داده میشه به راستی از ته قلبشون میاد، واقعا این نوشتاره وقتی من میخونم احساس میکنم اینا از ته قلبشون میاد و دقیقا اون چیز رو که میگم انجام خواهند داد. اینه که خلاصه من فکر میکنم که داره به جای خوبی. آمین آمین. یکی از اهدافی که تمام نظام های دیکتاتوری در صدد این هستن این هستش که مردم رو بترسونن و نگران کنن و مجال این فضا رو ندن که حرف دلشون رو بزنن و یا اعتراض بکنن. خب مسلمن تا یه مرزی کشور دولت های دیکتاتوری موفق بودن، لذا که نظام اسلامی هم موفق بوده. نظام اسلامی تا
توانسته متاسفانه این ترس و این رو با وحشت رو در تمام موقعیت هایی که مخاطبین مخالف داشته رو نیز ایجاد بکنه، حالا چه مذهبی بودن، چه سیاسی بودن، چه موقعیت های حتی هنری و اجتماعی بودن، موفق شده. اما ما الان تو جایگاهی نیستیم که این نوع ترس کارایی داشته باشه روی ملت ایران. بنابراین وقتی که شجاعت مردم خودش نشون میده، 100% نیروی انتظامی ایرانی هستن، پاسداران ایرانی هستن، بسیجی ها ایرانی هستن، اینها وقتی متوجه میشن که مردم ما در یک هوشیاری درست ایستادن، اونها نیز اگر امروز مزدور هستن روی جبره که مزدور هستن اکثرشون، وقتی ببینن که قرار هست حامی این مردم باشن، مسلم میدونیم که اونها به سمت مردم برمیگردن و همونطور که شما فرمودید همه با هم متحد میشن. اما در مرحله اول این اتحاد رو باید مردم داشته باشن، مردم باید متحد بشن، اکتفا نکنن فقط به این که الان چند روز هست، دو روز هست گذشته از اعتصابات، اکتفا به این نکنن فقط کامیوندارا باید اعتصاب کنن، بازاری یا کسبه، بلکه میباید این رو گسترش بدن توی تمام موقعیت های جامعه که دارن. حتی از نظر من، اینو من دارم میگم، به نظر من به هیچ وجه سعی کنن روزنامه نگیرن، روزنامه های دولتی رو نخرن، پول آب و برق قبض رو ندن، تلفن رو ندن، این نیز خودش اعتصاب هست. و از طرفی هم تصور میکنم این هست که این دل مهربان رو داشته باشن نسبت به افرادی که در اعتصاب هستن، موقعیت بد اقتصادی دارن، این گونه همدیگر رو دستگیری کنن و با فیض خداوند ما حتما 100% در ماهای آینده شاهد این خواهیم بود که کشور عزیز ما آزاد خواهد شد. زنده بود. نکته مهمی رو گفتید. اتفاقا با چند تا از هموطنم صحبت میکنم راجع به اینکه حالا چه مثلا قبض برق و آب و برق رو ندین، میگه خب حالا مثلا دو تا خانواده سه تا خانواده ندن زیاد مشکلی رو حل نمیکنه، چون بقیه اگه بدن وقت ماها رو میان جریمه میکنن و این درسته. من یک راهی رو به مردم پیشنهاد میکنم و این راه انجام، یعنی این راه انجام شده تو کشورهای دیگه، اصطلاح امتحان شده جواب داده. مردم خیلی میتونن به اصطلاح زیرکانه و محرمانه خصوصی امضا جمع کنن تو محلشون، امضا جمع کنن، با هم یک عهد و پیمانی ببندن، یعنی یا امضا جمع نکنن یا حداقل برن یواش یواش از همدیگه سوال کنن، حداقل مثلا 100 تا خانواده اگر قبض نده، من فکر میکنم این میتونه خیلی مثل بمب صدا کنه و میتونه خیلی تاثیرگذار باشه مثلا. که بقیه در سطح بسته این کار نکنن، یا یه روز اصلا تصمیم بگیرن برای اینکه اون روز رو، همون روزی که مثلا اعتصاب سراسری هست، همه با هم تصمیم بگیرن که مثلا قبض آب و برقاشون ندن. به نظرم براشون هم از نظر مالی یه مقداری کار رو سبکتر میکنه، زمین که اگه جرأت بکنن که فراگیر عمل بکنن در این زمینه، قطعا عملی هستش، یعنی این هم یه ضربه هستش به نظام، یعنی میدونین این کارا مشروعیت نظامو میبره زیر علامت سوال و این یه جور در واقع یک اعتراض مدنی هم هستش به گرانی، به مشکلات اقتصادی، و در این حال هم یه انسجام ملی به دنبال خودش میاره که با هم آدم یه حرکت مشترک انجام داده و این حرکت های مشترک کم کم تبدیل به مسئولیت و احساس در واقع تعهد مشترک میشه. بعد اونها که واقعا پول دارن میرن مواد غذایی از مغازه ها میخرن، خب حالا گیرن که مثلا شما 4 روز 5 روز یه هفته بیشتر از مثلا به همسایه بغل دستید عمر کردید، خب به چه درد میخوره؟ خب این چیزی رو که میخری تقسیم کن با بقیه، فکر کن جنگه، واقعا یه جنگی این الان در حاله، جنگه و این یه جنگ سرده. خب تو این جنگ سرد و هم دیگه کمک بکنید، نونی رو که داریم با هم تقسیم بکنید. والا اگر این کار رو انجام بدید، من فکر میکنم که اگر یا همه با هم باید بمیریم یا همه باید نجات پیدا کنیم، این خط رو تو تفکرتون داشته باشید، یا همه با هم میمیریم یا با همه با هم نجات پیدا میکنیم. نه. اگر مدلی فکر بکنید، به نظرم خیلی سخاوتمندتر میشین نسبت به هم نوعتون و خیلی مهربونتر میشین و اون کسایی هم که اینجوری فکر میکنن اتفاقا معمولا تو سختی ها جان سالم به در میبرن، تا اونایی که خیلی
هرس میزنن و همش میخوان احتکار کنن به نفع خودشون، مثل همین کسانی که به هر حال این همه ثروت اندوزی کردن و دو روز دیگه اینا رو باید پس بدن. اینطوری نیست من خیلی راحت از فرار کنم با این همه ثروت. مسلمه مسلمه. و الان هم تعدادشون فرار دارن، دست به فرار زدن. خب رفیق دوست و برادرش در آلمان هستن، چندی پیش آمدن اونجا و تعدادی از آقازاده ها که تمام بچه ها و اینهاشون که در خارج کشور تحصیل میکنن مثلا و دارن کیف حالشون رو میکنن و رفتن و من فکر میکنم بخش بزرگی از اینا هم متوجه شدن که زمان رفتن کم کم داره فرا میرسه. ولی خب اینم بگم خیلی شفاف که رفتن اینها منوط به پرداخت هزینه هستش. بدون پرداخت هزینه، بدون اعتصابات سراسری و بدون تظاهرات سراسری این کار عملی نخواهد شد. یعنی معلوم فکر بکنن که یه روز چشمشون رو باز میکنن و یه دفعه میبینن رژیم ریخته پایین. این اتفاق همینجوری نمیفته. باید یک مردمی بخوان حضور داشته باشن و مردم کم کم باید به فکر اینم باشن که در خیزش های بعدی برن صدا و سیما رو تسخیر بکنن و برن به سمت پادگان ها. برای مثال اینا باید این اتفاق باید بیفته، باید مسائل پیش خواهد آمد طبیعیه، باید بیفته این اتفاق. یعنی مرکز حساس رو باید مردم در نهایت با جمعیت میلیونی خودشون به تسخیر در بیارن. مسلم. و اینا اتفاقاتی است که اگه هر چقدر جمعیت بیشتر باشه هزینش برای عمل کنندگان کمتر خواهد بود و هزینش برای کل کشور ما کمتر خواهد بود. من ایمان دارم اگر در تهران 1 میلیون آدم بیاد بیرون، در آذربایجان همینطور، در کردستان و در سایر نقاط ایران، اصفهان، شیراز، شهرهای بزرگ، حالا دارم میگم کار رژیم تمومه. میتونم بفهمم که زمان میبره، میتونم بفهمم که برای تشکل یابی در هر حال یک اراده و عزم راسخ لازم هستش. ببینید هیچ بنده بشری شما پیدا نمیکنید که در یک بیابانی گیر بکنن 4 نفر آدم باشن ندونن که چطوری باید خودشون رو ارگانایز بکنن برای اینکه نجات پیدا کنن. این راز بقاست. این چیزی نیستش که من بخوام به شما یاد بدم یا کشیش رسول بخواد به شما آموزش بده. این یک راز بقاست. انسان ها عقل دارن، شعور دارن، خرد دارن. این قطعا میتونه عمل بکنه، قطعا میتونن راههای پیروزی و تفوق رو به دست خودشون با عقل و درایت خودشون با رهبری خودشون به دست بیارن. مسئله ما اونجا نیست، مشکل ما اونجا نیست، مشکل ما اون عزم راسخ فراگیر عمومی مثل یک خانواده بودن هستش. چرا نباید هر کدوم از ما خودمون رو عضوی از یک خانواده بزرگ بدونیم؟ قبلا بارها تو مصاحبه هم گفتم که واقعا من خودم رو یک عضوی از خانواده بزرگ ایران میدونم و من فکر میکنم که وقتی خانواده من در حال درد کشیدنه معنی نداره این ساعت شب من خواب باشم، وقتی که من میتونم یه پیامی رو از طریق شما به گوش مردم رسونم. اوکی من کم خوابیدم، من امروز سر کار بودم، من این مشکلات رو داشتم، نمیدونم اون مشکل، همه ما مشکلاتی داریم ولی این مشکلات نباید مسبب این بشه که راهکار اصلی راهی رو که همه مردم های دیگه رفتن و جواب داده رو ما به کنار بگذاریم و بگیم ما درگیر یه لقمه نون هستیم. کدوم یه لقمه نون؟ والله بلا بعد از دور تحریم های دوم که به زودی آغاز میشه یه لقمه نون هم دیگه نخواهد بود. اگر ما خیزش ده ما خیزش گرسنگان و پابرهنگان بود، مطمئن باشید خیزش بعدی درش بخش بزرگی از طبقه متوسط ایران هم که خیلی دیگه زیادم نیستن که به هر حال دستشون به دهنشون میرسید اونها هم حضور خواهند داشت، چون اونها هم خیلی چیزا دارن که از دست بدن و از دست دارن میدن. که من فکر کنم که بشارت آزادی قطعا حتمی هستش و اونهایی که فکر میکنن مردم نون رو به آزادی و رهایی در این مقطع از زمان ترجیح میدن فکر میکنم اشتباه میکنن، به خاطر اینکه مردم ما به این اشرافیت رسیدن که از این نظام
نونی هم در نمیاد در نهایت. شما نگاه کنید 16 میلیارد دلار اینا دارن هزینه میکنن دوباره توی یمن و سوریه و لبنان، برای اینکه اونجا یه سری پروژه های به اصطلاح ساختن درمانگاه ها و بیمارستان ها و مدارس و اینها دارن، در حالی که باید دنیا ویسی عزیز ما کودک خردسال دختر نازنین کرد در مدرسه در اثر ریزش دیوار چند روز پیش از دست بره. بله متاسفانه سپاس. بله دقیقاً، واقعا جای درد و غم و در اندوه دل ما هستش. با سپاس فراوان از بانو ویکتوریا آزاد از سوئد سپاسگزار هستم که با ما بودید. ما به لحظات آخر داریم میرسیم، اگر در چند دقیقه مطلب خاصی هستش و یا پیامی رو برای مردم عزیزمون دارید خوشحال میشم این بشنم. ببینید دوستان عزیز، اونهایی که سعی میکنن شما رو بترسونن و میگن که این رژیم وقتی اومد سر کار 25 میلیون بود این جمعیت ایران، بنابراین وقتی هم که میخواد از سر به اصطلاح بره و منحل بشه قطعا جمعیت ایران باید 25 میلیون باشه. اینا حرفای سایبری های رژیم هستش. اونایی که میان پخش میکنن که اینا میان میکشن از بین میبرن، خیلی آدم میشنوه گاهن که وای خانم اینا رحم ندارن شفقت ندارن میان همه رو میکشن اینا. درسته رحم ندارن شفقت ندارن، ولی اگه میتونستن این کارو میکردن. به شما قول میدم اینا نمیتونن این کارو بکنن. من ببینید باور کنید به اون چی که من میگم، این چیزایی که من الان میگم 15 سال پیش من اینا رو گفتم. شاهزاده رضا پهلوی این چیزا رو 35 سال پیش گفت، شاه فقید این چیزا رو 40 سال پیش گفت. باور کنید که ما یک تحلیلی داریم و بر اساس اون تحلیل سخن میگیم و تا حالا شکر خدا ما روسفید بودیم. و وقتی به مقالات خودم در 15 سال پیش رجوع میکنم میبینم پیش بینیام درست بود، از ارزیابی ها درست بود. شما باور کنید که این نظام در مقابل نیروی لایزال متحد فراگیر و سراسری شما قدرت سرکوب شما رو نداره. نگران این نباشید که ایرانی ها رو میلیون میلیون خواهند کشت، همچین خبری نیست. رژیم اون توانایی رو نداره. ارتش به اصطلاح از نظر نظامی هم نشون داده که اون توانایی رو نداره. بنابراین نترسید، اعتصاب ها رو تداوم بدید. اعتصاب که دیگه امروز و فردا نداره که 16 هم حالا بریم 20 هم حالا بریم 25 هم. ادامه بدید، در ادامه و تداومه که شما برنده خواهید شد. این کارهای انقطاعی اینا یک سری خوراک هم برای بعضی گروه ها ایجاد کرده برای اینکه بیان ادعا بکنن که این کار ما بود، اون کار ما بود، ما گفتیم اینا برن جلو، ما گفتیم اینا برن عقب. بکوبید به جلو، برنده شمایید. آمین آمین. با فیض خدا سپاسگزارم از مطالبی که فرمودید. به فیض خدا خوشحال میشیم که در برنامه های دیگه با ما باشید با اخبار خوشی، که این اخبار این هستش که ملت عزیز ما توانستن دست به دست هم این نظام ستمگر رو شکست بدن. تشکر میکنم از هموطنان عزیز که تا این وقت با ما بودید. شما به دستان خداوند میسپارم بانو ویکتوریا آزاد. همون گونه که بانو ویکتوریا آزاد نیز فرمودن در رابطه با این که نترسیم، من میخوام قسمتی از کلام خداوند رو بخونم. زمانی که خداوند قوم اسرائیل رو نجات داد، قوم اسرائیل که میل به این داشت، چرا که فریاد، کلام خدا میگه در کتاب خروج میگه خدا صدای فریاد و نیاز مردم قوم اسرائیل رو شنید، پس خواهان بود. خدا آزادی رو به کسی میده که خواهان آزادی باشه. امنیت مال کسی هست که خواهان او باشه. برکت مال کسی هست که خواهان او باشه. مسلماً خداوند در تدبیر علت خلقت این رو در نظر داشت که بهترین ها رو به فرزند خودش بده که آفریده بوده. همون گونه که والدین حتی قبل از اینکه بچه‌ای به دنیا بیان والدین آرزو میکنن بهترین رو بدن. اما از اونجا که انسان از هدف خلقت دور شد متاسفانه آسیب پذیر شد. وقتی خداوند قوم اسرائیل رو نجات میده در طول 40 سال متاسفانه به خاطر اینکه باز قوم اسرائیل اکثرا
به تدبیر فکر اشتباه عمل کردن، نه به رهبریت درست از موسی. پس بنابراین به تجربه گرفتار شدن. بعد از موسی خداوند یوشع رو انتخاب کرد. در کتاب یوشع میخوانیم که خداوند با یوشع و در اصل با قوم اسرائیل داره اینگونه سخن میگه. این سخن رو تو هموطن عزیزم برای خودت بگیر که خدا داره با تو سخن میگه در این شرایط، که مبادا بترسی، چون ترس باز مطابق کلام خداوند حتی امروز در بُعد ارتباطی و روانشناسی ترس جایگاهی هست که باعث ظلمت برای شخص خواهد بود، باعث شکست برای شخص خواهد بود. در کتاب یوشع 1:5 رو میخونم که اعلام میکنه خداوند به یوشع داره میگه هیچ کس را در تمامی عمرت یارای مقاومت با تو نخواهد بود. قبلش میگه زمانی که من با تو هستم، وقتی که من یعنی خدا یهوه، خدای حقیقی، خدایی که او رو میشناسیم، با ملتی هست. اعلام میکنه هیچ کس را در تمامی ایام عمرت یارای مقاومت با تو نخواهد بود، چنان که با موسی بودم با تو خواهم بود. اینو داره به یوشع میگه، امروز داره به تو میگه هموطن عزیزم، تو را محمل نخواهم گذاشت و ترک نخواهم نمود، قوی و دلیر باش، زیرا که تو این قوم را متصرف زمینی که برای پدران ایشان قسم خوردم که به ایشان بدم خواهی ساخت. یعنی دلیلی خواهی شد که این مردم برسن به اون جایگاهی که من در نظر داشتم، کنعان، به اورشلیم برسن. فقط دوباره داره تذکر میگه فقط قوی و بسیار دلیر باش تا بر حسب تمامی شریعت، اون قوانینی که انصاف رابطه است، فقط قوی و بسیار دلیر باش تا بر حسب تمامی شریعتی که بنده من موسی تو را امر کرده، بهت گفته، اعلام کرده، متوجه شده، عمل نمایی. زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز منما، تا هر جایی که روی کامیاب شوی. اگر بپذیری با توکل به خدای حقیقی، بله شما میگید من فلان اپوزیسیون رو دوست دارم، فلان حزب رو دوست دارم، بسیار عالی، فلان شخصیت رو به عنوان رهبر دوست دارم، بسیار عالی، اما با توکل به خدا اون رهبر رو حمایت کن، کنارش بیست، اون حزب سیاسی رو کنارش بیست و اجازه نده ترس وجود تو رو بگیره. بعد نیز ادامه میده این کتاب تورات از دهان تو دور نشود. این کتابی که دروغگویان اعلام کردن تحریف شده. چرا گفتن تحریف شده؟ چون دلیل خرد و محبت و شجاعت هست و شیطان نمیخواد کسی این کتاب رو بخونه و مانند یوشع و قوم اسرائیل که در اون زمان ترسان و نگران بودن برای اینکه چه اتفاقی میفته اونها شجاع بشن. این کار شیطان هست. برای همین هستش که به ما از کودکی متاسفانه آخوندها در لوای مذهب اسلام گفتن کتاب تورات و انجیل تعریف شده و اعلام میکنه این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی. این پیشنهادو کلام خداوند پر از پیشنهادات نیکوی خداست، اما من و تو آزاد هستیم، آیا بپذیریم و یا نپذیریم. عمل نمایی زیرا که همچون راه خود را فیروز خواهی ساخت. یعنی ماورای برنده شدن و پیروز شدن فیروز خواهیم شد و اعلام میکنه همچنین کامیاب خواهی شد، یعنی رستگار خواهی شد. آیا تو را امن نکردم؟ پس قوی و دلیر باش. ای هموطن عزیزم، ایرانیان، قوی و دلیر باشید. هر دین و هر مذهبی که دارید، هر نگرش سیاسی که داری، اونجایی که ترس به سراغت میاد، اونجایی که نگرانی به سراغت میاد، اونجایی که ناامیدی به حضور در حضور تو میخواد تو رو بگیره، وجود تو رو بگیره، بدون جایگاهی هستش که دیگه نمیتونی ادامه راه بدی. به طور خاص عزیزان ما که توی اپوزیسیون هستن، رهبران اپوزیسیون، این رو بدونیم. امروز حتی ما نمیتونیم به این نگاه کنیم. 10 روز اعتصاب هست، یک دفعه میبینیم هیچ خبری برفرض نمیشه که به فیض خدا ادامه داره. یک ماه راهپیمایی هست، میبینیم انگار خبری نیستش، ما بگیم ناامید خواهیم شد. خیر، رویامون رو رها نکنیم و اگر میخواییم با رویامون زندگی کنیم، رویامون رو باید گره بزنیم
به موقعیتی که میتونه به من امید زنده و امید حقیقی بده. و این خدای حقیقی ما یهوه هستش که او رو بشناسیم و با شناخت یهوه خدای حقیقی امید ما و رویای ما همیشه زنده باشه. و نیز ادامه میده: آیا تو را امر نکردم؟ پس قوی و دلیر باش، مترس و هراسان مباش، زیرا در هر جا که بروی یهوه خدای تو با تو هستش. این ایمان رو داشته باش. به طور خاص هموطنانی که مسیح ایمان آوردید، خواهش میکنم، شبانان محترم، خادمین عزیز، خواهش میکنم دعا کنید، دعا کنید برای آنچه را که اون خدمتی که خداوند به من داده و به شما هم داده. اما خب خیلی از عزیزان تصور میکنن که این خواندگی رو ندارن. احترام میذارم به آنچه که فکر میکنن، اما به نظر من متی 28:19 این خواندگی هست که خدا برای همه ما داده، که بریم خبر خوش نجات رو، آزادی رو، محبت رو، حقیقت رو، رستگاری رو به ملت عزیزمون ایران بدیم. و تا مادامی که کشور عزیز ما در اسارت هست، عزیزان، هرچند ما دانه ها رو داریم میکاریم به توسط رسانه ها، اینترنت، اما این دانه ها رو دشمن سعی داره که اجازه نده ریشه کنه. همین که ساقه میشه میزنه. همه ما به نوعی تجربه داریم در طول این سالها که خداوند رو خدمت کردیم که نظام اسلامی گذشته از این که کلیساهای فارسی زبان رو بست، کلیساهای خانگی رو نیز حمله میکنه، تهدید میکنه. هموطنان عزیز، گذشته از این اونقدر مسیحی ها رو تحت فشار و جفا قرار میده که اینها نتوانن رشد روحانی بکنن. پس دیگه الان زمانش هست که این نظام سرنگون بشه. خواهش میکنم با کلیسای پرستان مسیح، شبانان محترم در دنیا، کلیساهای فارسی زبان، با ما متحد بشید، یک دل برای سرنگونی این نظام دعا کنید. ایرانیان، هموطنان عزیز که مسیح ایمان آوردید، مشروط بر این که مایل هستید، سازمان ونگارد پیس میکرز، پیشتازان صلح دهنده، که 16 سال پیش خداوند با قلبم صحبت کرده و حدود 11 سال هستش که ما توانستیم این سازمان نامپرافیت رو نیز تأسیس کنیم، لطفاً عضو این سازمان بشید، اما عضو اکتیو، نه اسم. لطفاً موقعی که تماس میگید، خیلی از عزیزان دارن تماس میگن، تماس میگید، خواهش میکنم لطف کنید بگید که چه کار میخواید انجام بدید. بازم تشویقتون میکنم، لطف کنید عزیزان به کمپین خدا محبت بپیوندید و بر در و دیوارها فریاد بزنید که خدا محبت است. فیض خداوند با شما باشه. با سپاس از آقای یاسر عزیزم، مدیریت شبکه یک، به طور خاص آقای شهرام همایون. برکت خداوند بر شما عزیزان باشد و بماند تا ابد الآباد. آمین. خوبی دارم پیش تو، دلم بس به دعاته، چشام همش به راته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته، دلم بس به دعاته، چشام همش به راته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به